شما میگید این جنگ ها که در اسلام هست غیر از در مذهب یهود در هیچ آینه نیست، در زردشت چنین چیزی نبوده. اینها این گات هاست، سورت های زردشت، موثق ترین بخش اوستاست. حالا ببینید که حضرت زردشت که نزد ما محترم هستن البته چه میفرمایند. در صفحه 147 به ترجمه یکی از متبحرترین اوستاشناسان یعنی ابراهیم فرداود استاد دانشگاه میگوید جای فساد و زوال از آن کسی است که به دین دروغین گرویده است. دین دروغین دین غیر زردشت. این خال شمرندگان آیین مقدس برانند که دینداران را پس نمایند و تن آنان به گناه آلوده است. کجاست نگهبان آیین آن سرور دادگر تا آنان را از زندگی و آزادی بی بهره سازند؟ از زندگی و آزادی پدرشون دراره. خب دیانت زرتشت هیچ عرض کنم دستور مبارزه و مقاومت و جنگ و نداده، همش نیایش اهورامزدا بزنن بکشن هر ظلمی بکنن. عرض کنم که هیچ غیرت نشون نده؟ نه چنین چیزی نیست. نرو لجاجت با اسلام، بعضی ها میان حتی دین خودشون رو تحریف میکنن. زرتشتیانی متاسفانه دیدیم، برادران زرتشتی که رو لجاجت با اسلام دین جنگه. اصلا اوستا چنین دستوری نداده، هیچ نگفته باید مبارزه بکنی. با صفحه قبلش، صفحه 145، آنانی که زشت کردارن ناگزیر از فریفتارانن، لاجرم محکوم به زوال گردن، همگی فریاد خروش برآورند. شهریار نیکی باید تا آنان را گرفتار ساخته به خاک و خون درکشد. بسم الله. صفحه 145 عرض کنم گات ها که مطمئن ترین بخش اوستاست که همه قبولش دارن این قسمت رو، عرض کنم به ترجمه ابراهیم فرداود میگه باید یه امیر بیاد همشون رو به خاک خون بکشه. عملا هم این کارو کردن. انوشیروان عادلتون که از همه عادل تر میدونید آمده در مزدکیان همه رو دعوت کرده تو قصرش، به سپاهیانش گفته شمشیرها رو مخفی بکنید. یک مرتبه سر قضا به اشاره شاه که خودش اولین کسی بوده که شمشیر زده گردن از کم مزدک و انداخته، همه شروع کردن مزدکیان رو کشتن. این همه جنگ هایی که ایرانیان با رومی ها داشتن، جنگ های عرض کنم که مختلفی که داشتن، امپراتور روم رو اسیر کردن آوردن. پادشاه ایران هر وقت میخواست سوار اسب بشه پاش رو کله اون بدبخت میذاشت، رو گرده اون بدبخت میذاشت سوار میشه که دلیل حقارت و خاریش باشه. پس اینطور نیست که شما بگید که جنگ فقط در اسلام بود و اسلام رو بکوبید. جنگ حق و باطل داره آقا، جنگ حق و باطل داره. جنگ حق درست است، جنگ باطل غلطه. و الا اگر منهای جنگ بخواد تصور بشه به این معنی که هر ستمی به انسان بشه نفسش در نیاد، این که برخلاف عقله، برخلاف فطرت انسانه، برخلاف طبیعته. بعد میفرماید که آقا اسلام گفته هر کسی مسلمان نیست گردنشو باید زد. الان در هندوستان خب عده‌ای بت پرستن، تمام اینا رو حکم اسلام باید گردن بزنن. واقعا اینطوره؟ یا اسلام اون بت پرست ها یا غیر بت پرست هایی که به جنگش آمدن با اونا مبارزه میکنه؟ بسم الله. تاریخ بین ما و شما، تاریخ داور بدونی که از خودمون تصرف کنیم. این تاریخ یعقوبی است که قدمتش شاید از طبری هم بیشتر باشه. تاریخ یعقوبی، این عرض کنم که جلد ثانی طبع بیروت. ببینین چه میگه اینجا. میگه بعث رسول الله، در صفحه 73، بعث رسول الله غالب ابن عبدالله الکلبی الی بنی مدلج. میگه پیامبر عرض کنم که عبدالله کلبی رو فرستاد به طرف قبیله بنی مدلج.
فقالون لسنا علیک و لسنا معک، گفتن نه ما ضد پیامبریم نه با او هستیم، کاری نداریم، ما با عقیده خودمون هستیم. ولم یجیبو، اجابت دعوت رو نکردن. فقال الناس، مردم گفتن اغزهم یا رسول الله، به اینا برو بجنگ. پیغمبر فرمود ان لهم سیدن ادیبن لن یاخذ الا خیرت امره، گفت این سرور ادیب با ادبی داره، جز کارهای خیر رو انتخاب نمیکنه. رهاشون بکنین، چیکار کارشون داریم. باز بعثا نمیلت ابن عبدالله لیسی الی بنی زمره، نمیلت عبدالله لیسی رو فرستاد به سوی قبیله دیگه. فرجع الی رسول الله، برگشت. فقال، گفت یا رسول الله، قالوا لا نهاره بهو، گفتن ما با او جن نمی جنگیم، بلا نسالمهو بلا نصدقهو بلا نکذبهو، نه تصدیقش میکنیم نه تکذیب، کاری بهش نداریم. فقال الناس یا رسول الله اغزهم، به پیغمبر مردم گفتن بجنگ ما آماده ایم. فقال دعاهم، پیغمبر گفت رهاشون کنین، فان فیهم عددن و سعددا، جمعیت اینها دارن، اینا که همش نمیشه کش، شرف و مجدی دارن. بعثا عمرو بن امیت زمری الی بن الدیل، فرجع فقال یا رسول الله ادرکتهم فلولا و جئتهم حلولا حلولا، دعوتهم الی الله و رسوله فابوا اشد الابا، من اونها دعوت کردم به خدا و رسول، ابا کردن شدیدترین ابا، گفتن ما کار با این حرفا نداریم، دینش نپذیریم. فقال الناس اغزهم یا رسول الله، پیغمبر مردم گفتن بجنگ باشون ما آماده ایم. فقال رسول الله دعو بن الدیل، رها کنید بن الدیل رو، ایاکم، بپرهیزید که برید جنگشون، الا ان سیدهم قد صلى و اسلم، بدونید که سرورشون آمده اسلام آورده، یکی از بزرگانشون. فیقول اسلم، فیقولون نه، این میره بهشون میگه شما هم قبول بکنین اسلام بیارین، اونا هم قبول میکنن، از راه تبلیغ مسالمه، کاری باشون نداریم. این تاریخ قرآن هم که میگه کسانی که جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، کسانی هستن که میان سراغ شما حسن ندارن با شما به جنگن یا با قومشون. فین اعتزلوکم، پس اگر از شما کنار گیر کردن و اظهار صلح به شما کردن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خداوند هیچ راهی بر ضد اونها برای شما قرار نداده. پس قرآن محمد و تاریخی که قدیمی ترین تواریخه، همه گواهی میدن که پیامبر جنگ دفاعی میکرده نه جنگ تهاجمی. منتها هر جنگ رو علل پیشینش رو باید در نظر گرفت، تحلیل کرد. تاریخ نشون میده پیامبر مثل فاتحی نبوده، مثل چنگیز و دیگران نبوده که با انقلاب خودش تا غلبه کرد بزنه و بکشه، بلکه عفو میکرده، صدها نفر رو همطور آزاد میکرده و به همین جهت یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج داخل در دین خدا میشدن. بعد میگه وقتی که اینطور شد فسب به و حمد ربی، خدای خودتو تسبیح کن، شکر کن، حمد کن. و اگه با زور و شمشیر تو مغزشون زدن بود که مسلمان نشده بودن واقعا، حمد خدا لازم نداشت. ازا جا نصر الله و الفتح، وقتی یاری خدا آمد فتح شد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسب به و حمد ربک، تسبیح بکن، حمد بکن خدا رو که مردم مسلمان شدن، به راه راست آمدن. بعدشون میگه که خب اینا بت پرست بودن، در اون بت پرستی آزادی بود، چون بالاخره هر کسی یه بتی داشت، اولا رقابت سر اون خدایان داشتن، ثانیا این پیامبر اومد با این بیخردی مبارزه کرد که مردم مصنوع دست خودشونو در برابرش سجده کنن، کردش کنن. شما مخالفی؟ لازم بود همطور به شرک و بت پرستی اینها رو بذاره؟ بت پرستی رو امر خرافی نمیدونی؟ قرآن میگه که اتعبدون ما تنهتون، چیزایی که خودتون با دست خودتون میتراشید بندگی میکنین، و الله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما هم اونا رو خلق کرده، خدای عالم رو بپرستید، این منطق غلطه، شما دفاع از بت پرستی میکنین. بعد مطلب دیگه ای رو که ایشون مطرح کرده با اون این است که
میگوید سه نفر نرفتن در جنگ خیبر، پیامبر گفتش که از زنهاتون جدا بشید. اولا جنگ خیبر نبود، جنگ تبوک بود. به کتب تاریخ مراجعه کنین، همون طبری رو ملاحظه فرمایید. ثانیاً سوره توبه درباره اونها نازل شده. وقتی که رومی‌ها بیزانس حمله کرده به اون قبائلی که اسلام آورده بودن، پیغمبر دست دور بسیج عمومی داده، این سه نفر عمدن نیامده بودن. بعدم که پیغمبر برگشت نیامدن مثل منافقین عذرخواهی کنن، بهانه جویی کنن، گفتن ما خطا کرده بودیم، این بسیج عمومی بود، خطر بزرگی بود، یک کشور خارجی حمله کرده. عرض کنم که بعد آیات توبه درباره اینا نازل شد، ولی سلاست لذین خلفو، عرض کنم که سوره توبه رو بخونید، پیامبر اینها رو بخشید، از زنانشون برای ابد جدا نشدند، موقتا زنا از اونا کنارگیری کردن که اینا تربیت بشن، ساخته بشن، چه تجلیلی از اونا کردن، اصحاب با هلهله سراغ اونا رفتن وقتی این آیات در شأنشون نازل شد. پیامبر اصحابش رو میساخت، تربیت میکرد. شما اینا رو همه رو نقص میدونی، یه پیامبر نباید افراد رو بسازه. بعد یه موضوع مهمی شما مطرح کردید که نمیدونم الان مجال دارم وارد این موضوع بشم یا بذارم این صحبت رو برای وقت دیگه، و اون این که ایرانیان، عرض کنم که این دین خشن رو نتوانستن بپذیرن. بابا ایرانیان که خود سرتاش میگه کسانی که مخالف شما هستن بکشید، به خاک و خون بکشید اونها رو. این همه ایرانیان جنگ میکردن، کاری نداریم. حالا بعد ناچار آمدن تشیع رو ساختن که به اصطلاح به این دیانت خشن عربی یه صورت نرمی بدن. اولا که تا 6-7 قرن ایرانی هایی که به اسلام درآمده بودن سنی بودن. تمام اصحاب صحاح سته، بخاری، سمرقند و بخارا جز ایران بوده، ابن ماجه قزوینی، نسائی، همینطور تمام بزرگان اهل سنت، امام فخر رازی، امام محمد غزالی، دیگران همه سنی بودن. بعد میگه تصوف رو ساختن، مشایخ تصوف همه سنی بودن، ابو سعید ابوالخیر، شعرای بزرگتون، همین فردوسی رو اگه نخواهید توجیه و تعبیل بی خودی بکنید، برید در مقدمه شاهنامش تعریف ابوبکر و عمر و عثمان کرده، بعد تعریف علی رو کرده، البته درباره علی تکیه بیشتر کرده. مقصود این که اینا بعد تشیع، به علاوه تشیع در محیط عربی شروع شد، به اینجا رسید. ایرانی‌ها سنی بودن بیشتر. تشیع، شیخ مفید که از بزرگان علمای شیعه است، در بغداد بود. بعدم سید مرتضی، سید رضی، اینا عرب بودند، در بغداد هم بودند، بزرگان تشیع بودند. پس ایرانی ها تشیع نساختند که یه اسلامی از خودشون درست بکنن که با مذاقشون ارزشان درست بیاد. همه مسلمان اونا سنی بودند، کتاب هایی که نوشتن مشخصه. بعدها بعد از چند، به خصوص در زمان صفویه، تشیع خوب در ایران قوت گرفت و پا گرفت. پس تاریخ رو نباید تحریف بکنیم، حقایق تاریخی رو نباید عرض کنم عوض بکنیم، تغییر بدیم. بعد رفته ایشون روی حکومت بعد از پیغمبر، حکومت خلفا و به حکومت علی که رسیده، چه توهیناتی کرده به این مرد خدا، به این کسی که مظهر عدالت بوده در تاریخ، لباس کرباسی همش تنش بوده. میگه در خبرنق بر علی وارد شدم، دیدم داره محاسبه بیت المال میکنه، فصل زمستان بود، یه لباس نازکی تنش بود، و هو یرعد فی، همینطور میلرزید. گفتم یا امیرالمومنین ان الله جعل لك فی هذا المال نصیبا، خدا در این مال برای تو نصیب قرار داده، از این بنزه لباس برای خودت بردار. گفت نه، تا وقتی که مسلمان ها فقیرن من باید لباس هم همین باشه، و این لباس هم که میبینی تنمه، خودم در مکه، در عرض کنم که اون نخلستان هایی که دارم، از منافع اون که اونا رو خودم بیل زدم، از منافع اون تغذیه میکنم و حاضر نیستم تصرف در اموال مسلمان ها بکنم. مردی که وضعش این بوده، مردی که وارد خیمش میشن میگه چه کار شخصی دارید یا کار عمومی، میگن ما کار شخصی با شما داریم.
فوت میکنه، شمع رو خاموش میکنه، میگه این شمع از پول بیت المال داشت صرف میشده، من نمیخوام در کار خصوصی. این دقت و این ملاحظات رو داشته. بعد میگه چرا در جنگ مثلا آدم کشته؟ جنگه، حلوا خیر نمیکنن که، اونا هم کشتن، این همه مسلمان ها رو کشتن. بله، میدان جنگ میدان ایمانش بوده، میدان شجاعتش بوده، میدان پهلوانیش بوده، و عرض کنم که در این حال میدان جوانمردیش بوده. مجال نیست که من حوادث تاریخی رو بگم، شاید کسانی که بخوان اولا موضوع جنگ در اسلام رو ببینن، من یک سخنرانی دارم در سایت هم هست و همطور راجع به علی علیه السلام و فضائل ایشون مطالبی دارم، به اونجا مراجعه بفرمایید. امیدوارم که عرض کنم که هم ایشان هم جناب آقای فروزنده که جمله‌ای فرمودند که من از ایشون هیچ توقع نداشتم و فرمودند خونریزی مایه نشاط اسلام است. اسلام میگه که از صلح خیران، اسلام میگه ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگه دشمن تمایل به صلح نشون داد مشتاقانه به طرف صلح برو. پیغمبر اسلام صلح حدیبیه کرده با کفار، صلح رو اصل میدونه، جنگ امر عارضی است. ده ها آیه قرآن این قضیه رو نشون میده. امیدوارم که هر دو از سر انصاف بیان انشاءالله، و عرض کنم که ما به هم نزدیک بشیم. مقصود این که جناب آقای مشیری و جناب آقای فروزنده انتظار داریم که انشاءالله به این مسائل اساسی، به این جنبه ها ابعاد مثبت هم توجه بفرمایند، و یک دیانتی که مورد احترام میلیون ها نفره. من یه نکته رو خدمتشون بگم، اون نکته این است که در طول این روزها اشخاص به من مراجعه میکردن، خیلی گله میکردن از آقای مشیری. این گله نه به خاطر این بود که ایشون افکاری دارن مخالف با افکار دیگران، بالاخره تمام مردم دنیا با هم در سر مذاهب و اینها اختلاف دارن، اگه قرار بخواه این بشه شب و روز مردم بشینن قصه بخورن که یه دسته مسیحی هستن یه دسته یهودی، ما مسلمانیم که زندگی نمیشه. ناراحتی ایشون برای لحن گزنده و توهینات شدیدی بود که ایشان میکنن. من برادرانه توصیه میکنم این لحن رو تغییر بدن. یکی از همین آشنایان محترم میگفتن که آقا اگه کسی ضربه‌ای به بدن انسان بزنه تا به روح انسان بزنه کدوم مهمتره؟ خب ضربه بدنی محو میشه ولی ضربه روحی باقی میمونه. ایشون طوری صحبت میکنه، حالی وقت دلیل و برهان میاره که آقا این عقیده شما غلطه. خب طرف میره به فکر، یا میره میپرسه یا قبول میکنه، ولی یه وقت میخواد یک عقیده ای رو که به نظر خودشون غلطه در ذهن طرفه از ذهنش بیرون بیاره، با توهین، با اهانت به مقدسات ایشون. لطمه روحی به مردم دارید میزنید، صدماتی به مردم میزنید، آسیب روحی وارد میکنید، چون بدگویی میکنید، توهین میکنید، اهانت میکنید، دزد سرگردنه پیغمبرشون رو میگید. خب ایراد منطقی دارید، بسم الله تاریخو بیارید ذکر بکنید با ادب، عرض کنم که تا جوابتون داده بشه، حالا یا قبول میکنید یا قبول نمیکنید، و بعد سخن رو با مدرک بگید، سخن رو دقیق بگید که مردم بتونن ارجاع برن رجوع بکنن، فرهنگشون ترقی بکنه، با کتاب آشنا بشن، با مدارک آشنا بشن. همینطور شما یه برداشتایی خودت از تاریخ داری، راست غلط و دروغ و راست و همه رو مخلوط به هم یه برداشتی داری، اون برداشت شماست، کسی ملزم نیست اونا رو بپذیره، برهانی همراهش نیست، کتابی شما نشون نمیدید. این است که امیدوارم این قسمت ها رو رعایت بکنید و عرض کنم که مردم رو نیازارید. توهین به یک دیانت عظیمی که 14 قرن بر دل و جان میلیون ها نفر حکومت میکنه، عرض کنم که اهانت نکنید، به بزرگانشون اهانت نکنید. این راه راهی نیست که شما رو پیروز بکنه، این راه راهی است که مردم رو خشمناک میکنه. اعتقادات مردم با یکی دوتا سخنرانی عوض نمیشه، بالاخره مردم اشخاصی دارن که اونها رو عالم میدونن، آگاه میدونن، به اونها مراجعه میکنن، اونها قضایای تاریخی رو بحث میکنن، تحلیل میکنن، نشان میدن بهشون.
فقط شما میآزارید مردم رو و این گناه بزرگی است. عرض کنم که باید توبه کرد از این گناه. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده با نیت خیر و خدمت به جامعه این مباحث رو مطرح بکنیم، نه با نیت آزار رسوندن و توهین کردن و صدمه زدن به جامعه. درود خداوند بر کسی که پیرو راه حق و انصاف و هدایت